بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. امروز 1 آبان 1402 بنده مهدی یزدان‌پرست شما را دعوت می کنم به دومین برنامه از سلسله نشست های معیار در سال 1402. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه با موضوع حکمروایی یا حکمرانی، تساهل و تسامح در حکومت در خدمت شما هستیم. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر علی دشتی، وکیل پایه 1 دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدیر گروه حقوق عمومی، اقتصادی و مالی دانشگاه آزاد تهران مرکز و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران هستیم. جناب آقای دکتر دشتی، به برنامه خودتون خوش آمدید. برای شروع برنامه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم. به نام خدا عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب یزدان‌پرست، سپاسگزارم، دوست عزیز و گرامی و همکار محترم. همچنین تشکر میکنم از عوامل برنامه و حمایت‌های انجمن علمی حقوق اساسی ایران در برگزاری این گونه برنامه‌ها. در خدمت شما هستم در حد وسعم. سپاسگزارم آقای دکتر. مطلبی که امروز بر روی اون تمرکز داریم مبحث حکمروایی است. خب حکمروایی در ادبیات امروزه بیشتر در حوزه‌های مدیریت و با نگاه رهبری راهبردی به جای مدیریت سنتی جایگزین شده و در نظر گرفته میشه و پیوند خورده به مفاهیمی مانند بهزمامداری یا حکمرانی شایسته. برای اینکه مخاطبان ما با موضوع حکمروایی آشنا بشوند، لطف بفرمایید تعریف خودتون رو از حکمروایی و احیانا تفاوت‌هایی که میتونه با حکمرانی داشته باشه بیان بفرمایید. بله، ببینید در دنیای امروز به نظر من مباحث کمی متفاوت شده. وقتی که مبحثی به اسم حکمروایی مطرح میشه، خب همون گونه که از نام آن پیداست، حکمی که روا باشد باید اتفاق بیفته در جامعه. به کرات در حکومت‌هایی که خیلی شاید مردم سالار نیستند و حمایت مردمی رو ندارند یا به عبارتی و به تعبیری حقانیت مورد نظر رو ندارند، شاهد تصمیماتی هستیم، شاهد قانون‌گذاری‌هایی هستیم و مقررات‌گذاری‌هایی هستیم و اقداماتی هستیم که مردم در دل خودشون حداقل مخالف این موارد هستند. پارادایم حکمروایی و موضوع حکمروایی این رو به ما میگه که حکومت باید قانونی رو تصویب بکنه، اقدامی رو انجام بده، تصمیمی رو بگیره که این تصمیم موافق حتی علاقه و خواست درونی یک ملت باشه. به عبارتی این تصمیم باید برخواسته از خود مردم و نیت مردم باشه. یعنی اینکه اگر اکثریت مردم در اون مقام و موقعیت نشسته باشند، همین تصمیم رو بگیرند. تنها این تصمیمه که میتونه روا باشد، یعنی مردم به جان و دل این تصمیم رو بخرن. به عبارتی پس مقدماتی داره این سیستم حکم روایی، مقدمات واجبی داره که اگر رعایت نشه، تصمیمات زمامدار عموماً ممکنه با مخالفت، مقاومت مدنی و هر اتفاق دیگه مواجه بشه. در دنیا برای اینکه تصمیمات مقامات عمومی کمترین مقاومت رو از طرف مردم داشته باشه، خب تنظیمات و در واقع پیش مقدمات زیادی رو فراهم کردند که این تصمیم تصمیم درستی باشه و تصمیم مورد موافقت مردم قرار بگیره. مسئله حکم روایی این رو میگه که تصمیم باید تصمیمی باشه که موافق نظر اکثریت مردم باشه، مردم با جان و دل بپذیرند
و به عبارتی فاصله داشته باشه از مسائلی که مثلا در برخی از حکومت‌ها یا در برخی از دوره‌های حکومتی در برخی از کشورها وجود داشته. تصمیمی که یک شخص بر مبنای خواست خودش و یا سلیقه خودش می‌گیره و عموماً مخالف خواست اکثریت جامعه است و اکثریت جامعه شاید مخالفش هم باشند اما بروز نمی‌دهند. در حکم روایی چه در سطح ملی چه در سطح محلی و منطقه‌ای فرقی نمی‌کنه. تصمیم باید به نحوی باشه که مردم اون تصمیم رو قلباً بپذیرند و رسیدن به این مسئله به نظر من یک جهش مهم در حوزه تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی در کشور هاست. کشورهایی که به این مرحله رسیدن قاعدتاً از ثبات و استحکام بیشتری برخوردارند، پشتگرمی بیشتری به مردم دارند، میدانند که این تصمیم ها مورد حمایت مردم قرار میگیره، محکم و جدی این تصمیم ها رو میگیرند و بر اجرای این تصمیمات هم پافشاری میکنند. پس مسئله حکم روایی مسئله بسیار مهمی است در دنیا امروزه و حکومت هایی که نتوانند این سیستم رو در کشور خودشون پیاده بکنند با مقاومت ها و مخالفت ها و مشکلات بسیار جدی در حوزه اعمال حاکمیت مواجه خواهم بود. بسیار عالی. آقای دکتر، تا جایی که بنده متوجه شدم حکم روایی طبق تعریفی که حضرت عالی ارائه دادید پیوند وثیقی با دولت مدرن داره، یعنی با به رسمیت شناخته شدن مردم به عنوان شهروند و تضمین حقوق شهروندیشون. دیگه مردم در این نگاه رعیت نیستند که آنچه که فرمان روا اراده کند رو اجرا کنند و یا بپذیرند. خب اشاره داشتید که این مفهوم مفهومیه که به نوعی با رواداری هم مرتبط هست، یعنی دولت حکم روا دولتی است که روادار هست و به نوعی باید احتمالاً بی‌طرف هم باشه، چون اگر دولت به بخشی از مردم به هر دلیلی توجه خاص داشته باشه از بی‌طرفی خارج میشه. مشخصات عینی‌تر دولت مدرنی که از حکم روایی تبعیت میکنه رو اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم. بله، ببینید، دولتی که در این معنا ما به کار میبریم خب به دولت مدرن بسیار نزدیکه، شاید خود دولت مدرن باشه و یک سری پیش مقدمات داره. پیش مقدمات در حوزه انتخاب نمایندگان مردم، بله، و انتخابی که بر اساس شایستگی، پاسخگویی و شفافیت باشه کاربرد داره. در کشوری که انتخاباتی نیست که به خواست عمومی مردم نزدیک باشه، شما خیلی نمیتونی احکام روا تنظیم بکنی. مثلا یکی از حوزه ها و شاخصه های این دولتی که من گفتم اینه که بالاخره حکمی که ارائه میکنه به مردم حکمی که مورد پذیرش قرار میگیرند. مصداق حوزه قانونگذاریش رو اگر به شما بگم، فرض بکنید مجلسی دارید که این مجلس نماینده واقعی مردم نیست. خب وقتی مجلس نماینده واقعی مردم نیست، یعنی این که نظام انتخاباتی شما مشکل داره، یعنی نظامی دارید که در سایه صلاحیت‌ها، در سایه نوع سیستم انتخاب و مسائلی مثل این باعث شده که افرادی در مرجع قانونگذاری بنشینن که با خواست اکثریت ملت فاصله دارند. قاعدتا خروجی چنین مجلسی قوانینی خواهد بود که مورد نظر افراد ملت نخواهد بود. پس شما شاهد قوانینی که مورد پذیرش مردم باشد نخواهید بود. خب پس در حوزه قانونگذاری شما میبینید که سیستم انتخاب و سیستم نمایندگی و اون تئوری نمایندگی که ما در حقوق عمومی ازش صحبت میکنیم و مسئله بسیار مهمیه که اگر گوشه ای از این تئوری نمایندگی دوچار خدشه و خلل باشه، در مسئله حاکمیت قانون با مشکل مواجه میشی. شاید خیلی از دوستان بگن که عمده ترین مسئله مثلا ایران حاکمیت قانونه. خب چرا مسئله حاکمیت قانون در ایران یکی از مسائل مهمه؟
میدونیم که مسئله شناسی بسیار مهمه در هر حوزه‌ای. بله. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که نیفتاده در کشور ما در حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی اینه که مسئله اصلی حقوق اساسی و حقوق عمومی در کشور ما روشن نیست. و یا اگر برای عده روشنه، برای همه روشن نیست. من میگم که نکته اینجاست که نظریه نمایندگی اگر در پایه‌ها دچار مشکل بشود، شما شاهد اعمال حاکمیت قانون هم نخواهید بود. یعنی پایه‌های تحقق حاکمیت قانون ایجاد نخواهد شد. به عبارت صریح‌تر و دقیق‌تر، مجلسی که نماینده دقیق مردم نیست و برایند مثبت مردم نیست، قوانینی که تصویب میکنه مورد مخالفت مردم، مورد مقاومت مردم قرار میگیره و مردم اجراش نمیکنند. یا اگر اجرا کنند با اجبار اجرا میکنند، از طیب خاطر اجرا نمیکنند. در این حالت ما قطعا خواهیم گفت که حکم روای اتفاق نیفتاده، یک قانون شایسته تصویب نشده. معیار شایستگی قانون و معیار شایستگی تصمیم پس در این نظریه چیه؟ شایستگی اینه که مردم هم به شایستگی بپذیرن اعمالش کنن، قبولش کنند اعمالش کنن. پس وقتی این تصمیم با شایستگی ابلاغ نمی شود و با شایستگی گرفته نمی شود، مقاومت هم در زمینه اجرا اتفاق می افته. این یک مثال در حوزه قانونگذاری بود. در حوزه اجرا هم همینه. قانونی دارید که شما خوبه، اما دولتی دارید به طور مثال که باز نماینده خواست اکثریت مردم به طور واقعی نیست. در اینجا باز اجرای قانون خوب هم توسط مجری غیر متناسب و غیر شایسته مورد مقاومت قرار میگیره. مثال داریم، بالاخره یک فرد ظالم، یک فردی که به ظلم شناخته شده یا به بی‌عدالتی شناخته شده، نمیتونه بهترین مفاهیم رو به کار ببره و اجرا بکنه، چون علاوه بر محتوای تصمیم و خود تصمیم، فرد اجرا کننده تصمیم هم مهمه. یک پله بریم جلوتر، حالا مخالفتی و مقاومتی در برابر یک قانون اتفاق میفته، یک فرد به دادگاه میره، به قوه قضاییه اون کشور میره. در صورتی که باز مردم اطمینان داشته باشند که حقانیتی در قوه قضاییه وجود داره، تصمیم قاضی رو منطبق بر خواست خودشون میدونند و نهایتاً سر فرود میارن رو اون تصمیم. اگر احساس کنن که اتفاقاً قوه قضاییه باز مبتنی بر حکم روایی شایسته نیست و حکمش روانیست، که بسیار آیتم های متعددی داره این مسئله، حکم صادره از قوه قضاییه هم که همون بیطرفی که مثلا شما هم فرمودید هست رو باز نمیپذیرن. پس حکم روایی شایسته در همه ارکان یک حکومت باید وجود داشته باشه. اصولاً خروجی یک سیستم متناسب با خواست مردم هست که منجر به یک حکم روایی شایسته میشه، منجر به حکم شایسته میشه، منجر به حکمرانی نمیشود. حکمرانی رو شما به عنوان حاکم باید برانی، باید به زور به مردم بقبولانی، اما حکمی که روا باشه خود مردم میان و سر به تیغ تو مینهند. به قول شاعر میگه که سر می نهم در پیش اگر تیغ زن تو باشی. دیگه بالاخره شما اگر تیغ زن باشی، من میام شما حسن هر چی بگو، بگو من این حقو ندارم، چشم، ولی بدانم که شما حقانیت داری، با حقانیت بر جایت نشستی و علاوه بر این حق قوانین و مقررات حقانی رو هم بر من بار میکنی. پس پذیرفته شدن دلی و محتوایی و وجودی به نظر من، که حالا بحثی خارج از حقوق میشه، تو این مسئله به نظر من بسیار ضروریه. خیلی متشکرم. آقای دکتر اشاره‌ای داشتید به اینکه اگر قانون اون جنبه اجبارش پررنگ باشه و مردم اون رو روا ندانند، شاید در اجرا دچار مشکل بشه و در پذیرش. خب ما دانشجویان حقوق عمومی وقتی می‌خوایم دولت، حاکمیت و حکومت رو بشناسیم، نهاد دارای زور مشروع و نهاد مشروع برای اجبار رو
به عنوان اون قدرت فائقه که میتواند حکمرانی کند به ما معرفی میشه و ما میشناسیم اون رو. این که شما میفرمایید اگر حکمروایی شایسته باشد دیگه اون اجبار نیاز نیست، تضادی با این تعریف نداره؟ یه نکته ظریف داره اینجا که باید از علوم اجتماعی کمک بگیریم. ببینید جامعه رو ما اگر حالا 100% حساب میکنم، 100% یک مجموعه جامعه است. در هر جامعه‌ای حالا جامعه شناسان میگن درصد دقیقش رو که البته الان تو ذهنم نیست، ولی قاعدتا اینو میگن، میگن حالا تا 4-5% آدمایی هستند که اینور طیفند، خیلی مجرم بالفطره هستند، مخالف ذاتی هستند، به هیچ صراطی مستقیم نیستند. 4-5% هم اینورن که آدم‌های خیلی خوبی هستند، اصلا هر چی بگی گوش میکنند، هیچ کاری به کارت ندارند، خیلی 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 خوبند. یه 10% رفته کنار، یه 10% میره. ملاک حرفایی که ما میزنیم برای 90% جامعه است، حدوداً البته، که اینها آدم‌ها و افرادی هستند که کنش و واکنش‌های متغیر دارند. پس ما دو سر طیف رو بذاریم کنار. بله، یک سری افراد هستن شما هر چی بذاری اون نیروی اجبار حکومت براش لازمه. نیروی اجبار حکومت برای کیاست؟ برای افرادیه که قاعدتا با استانداردهای اداره اجتماع جور در نمیان ذاتن به نظر، و خب این چند درصد رو هر کار بکنی نیروی اجبار داری شما. اما قاطبه جامعه قاطبه ای هستن که اگر تصمیم متناسب باشد، معقول باشه، منطقی باشد، تصور میکنه که خودش اونجا نشسته و این تصمیم رو با عقل و منطق جور میبینه و به صلاح خودش و فرزند و مادر و خواهر و برادر و همسایه و هممحلی و همشهری و همکشوری هموطن خودش میدونه، اجرا میکنه. پس ما در جامعه غالبا مواجه با آدمای مجرم بالفطره نیستیم، با افرادی مواجهیم که این افراد خیر و از شر تشخیص میدهند، بسته به قدرت حکمران و قدرت ذهنی حکمران در اقناع مردم، بسته به سابقه و خاطره حکمران در اجرای قوانین قبلی خودش و برخورد با مردم اعتماد کسب میکنه. پس لذا اتفاقا هیچ تضادی نداره با این نگاه. به هر حال سرنیزه هم گاهی اوقات لازمه در حد خودش در جامعه، برای افرادی که گردنکشی میکنن در مقابل قوانینی که اکثریت مطبوع میدوننشون، به هر حال مجرمین سازمان یافته و مخالفین سیاسی خیلی تندرو که محارکتایی که بله. اسلحه بگیرن، اسلحه بگیرن و کنند این ها یه بحث دیگه است. ولی در واقع قاعده چیز دیگه است در جامعه. قاعده اینه که شما نباید 95% جامعه رو مثل اون 5% که وجود دارن احتمالاً حساب بکنی. دشمنی چون اگر وجود نداشته باشه و دولت و مجلس و قوه قضاییه و نهاد حاکمیت و کارگزاران به طور کلی برایند درست و منطقی جامعه باشند، این تضاد اصلا وجود نداره. مشکل جایی ایجاد میشه که برایند جامعه در حکومت ننشسته باشه در جامعه سیاسی. یعنی در جایی که حاکم مثل مردم فکر نکنه شما دچار تضاد خواهید شد، و برای از بین بردن تضاد حتما زور چکمه و سرنیزه به کارت میاد و خیلی باید توجیه کنی که بله حاکمیت باید قدرت داشته باشه. ادبیاتی که در برخی از کشورها میبینیم، حاکمیتی که نتونه مردم رو اینجوری کنترل بکنه که حاکمیت نیست، زورمون به چه درد میخوره؟ پس دیگه اینها توجیهاتی که بعدن شما مجبوری به جای جنبه تساهلی و تسامحی حاکمیت از جنبه تخاصمی و دشمنی حاکمیت استفاده کنی. به نظر من دولت‌هایی که از این جنبه دوم استفاده می‌کنن، یعنی از تخاصم و دشمنی، حتماً باید تجدید نظر بکنن و به گذشته قوانین انتخاباتی، نظریه نمایندگی و نحوه انتخاب و نحوه حکومت به دست گرفتن نگاه بکنن. به این مرحله رسیدن جای علامت سوال و علامت تعجب در نظام حقوق عمومی و در علوم سیاسی. دولتی که به این مرحله برسه که بیش از حد از ظلم و حالا زور و اجبار و سرنیزه و پلیس و دوستان پلیس ها استفاده بکند، این حکومت یه خورده باید فکر بکنه که چرا به اینجا رسیده. احتمالاً من به نظرم در مبنای قوانینی که قدرت رو به دست یک عده خواهد داد مشکل خواهیم داشت. پس در این حالت ما تضادی با
اون فرمایشی که حضرت علی گفتید نداریم. به هر حال جامعه رو ما باید افرادی ببینیم که این افراد عموما خیر و شر رو متوجه میشند و جز یه عده یه درصدی، حالا ممکنه یه سری مجرمون تفننی هم باشن، یک سری آدمایی باشن که مثلا یک بار یک اشتباه میکنه، مثلا یک دانشجویی که در یک جای یک حرفی میزنه، خب تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار میگیرن آدما. یه تحقیق در انگلیس انجام دادن سر این که افراد چرا افراد خوب بعضی وقت تصمیمات بد میگیرند. مثلا میگن آقا قضات انگلیسی یه تحقیق روشون انجام دادن که افرادی که تقاضای آزادی مشروط میکنند، اگر مثلا اینها رو صبح ببرن پیش قاضی ناظر زندان که تصمیم بگیره، یه تصمیم میگیره، اگر بعد از ظهر ببرن یه تصمیم میگیرن، دوتاشون همون آدمن ها، یا در دو مورد همون آدم تصمیم میگیره، ولی میگه بابا این قاضی صبح که گشنه است، اعصابش خورده و هزار تا تفکر داره، میزان درصد موافقتش با آزادی مشروط متفاوت میشه. میگه بعد از ظهر که یا ظهرا که دیگه حالش خیلی خوبه، تحقیق مستند و در واقع کاملی هم هست، میزان مخالفتش با آزادی مشروط ها کمتره. آدم ها هم در جامعه اینجوری هن. شما در جامعه میبینید که فردی در حال رانندگی است، یک راننده تاکسی در دمای 45 درجه تابستان در یک ماشینی که صندلیش فنرش در رفته، کولر هم نداره و دو ساعت هم تو ترافیکه. خب این کوچکترین حرکتی برای دعوا کردنش کفایت میکنه، برای اینکه قفل فرمون رو ورداره و بلندشه به جون یه ماشین دیگه بیفته. اما همین آدم پشت یک ماشین در واقع با کلاس نشسته باشه، کولرش هم روشن باشه، حالش هم خوب باشه، موسیقی متناسب با روحش هم گوش بکنه، غذاش هم خورده باشه، آب سردش هم باشه، محال دعوا بکنه، محال آدم ها گاهی اوقات در شرایط بد قرار میگیرن، اما این مصداق قضاوت جامعه براشون نیست. اینها رفتارهای طبیعی انسانه. انسان به واسطه که انسان هست اتفاقات مختلفی براش میفته. اما معدل آدم ها در یک جامعه متعادل سیاسی اینه که اگر دولت و حکمران مثل خودشون تصمیم بگیرن، تصمیماتشون رو به دیده منت میپذیرند و این در واقع چیزی که اثبات شده، خیلی نیاز جز بدیهیات به نظر من. و جامعه باید حواسش باشه که برای اینکه 5% رو کنترل بکنه، تصمیمی نگیره که 85%، 90% علیهش بشند. حکمران هم باید حواسش باشه که با چه کسانی مواجه هست. با 80-90% آدمایی مواجهه که اینها آدمایی هستند که عموماً منطقیان و خیر و شر رو میفهمند. دولتی اگر این رو متوجه بشه، هیچ موقع به فکر افزایش استفاده از زور و اجبار و پلیس و اینها نخواهد بود. یعنی دولت پلیسی از بین میره و به سمت دولت در واقع مدرن حرکت میکنه. آقای دکتر، خب فلاسفه‌ای مثل روسو، کانت، اینها با اینکه در فلسفه قرارداد اجتماعی با هم هم نظرند، اما در اینکه ریشه به وجود آمدن حکومت از سر تفاهم است، یعنی انسان ها قاعدتا می توانند در مسیر درست با تشخیص خیر و شر گام بردارند، و یا اینکه نه بالعکس، اگر حکومت نباشه مردم ذاتا می توانند به جان هم بیفتند، انسان گرگ انسان است و اینها. خب این نظرات مختلف هم وجود داره. در کنار این یه سوالی داشتم. اشاره فرمودید به حکم روا و حقانی. منظورتون از حکم روا و حقانی، حالا اشاره فرمودید که یکی از نشانهاش پذیرش مطبوع و آسان توسط مردم و شهروندانه، آیا اینها همون حقوق بنیادین در حقوق طبیعی هست، مثل آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و المان‌هایی که ما اونها رو به عنوان حقوق بنیادین میشناسیم، اینها همون هاست یا فراتره؟ ببینید، شاید گسترده تر باشه از این مسئله، ولی یه نکته ای که باز مخفول میمونه توی این موضوع اینه که ببینید، حکم روایی یک فراینده. از خلال صحبت‌های قبلی که بخوام الان یک نتیجه مقدماتی بگیرم، باید بگم که فرایند است حکم روایی. اصلا حکومت کردن یک فراینده. اگر سیستم و تنظیمات درست باشه، با یک استاندارد اتفاق بیفته و برای حکومت فکر شده باشه
و نظامات به درستی چیده شده باشه، خروجی ها متفاوت خواهد بود از نظامی که یا از نظام حقوقی که فرایندها درست پیش بینی نشده. و این یک تصمیم است و یک دانشه به نظر من. همینطور که گفتم ورودی و خروجی ها هم مهمه، یعنی ورودی چطور وارد بشوند افراد، چطور تصمیمات گرفته بشه و چطور ابلاغ بشه. حالا تصمیمات دولت و حکومت گستره‌ای فراوان از تمام حقوق انسانی و انسانی مردم هست، یعنی تمام حقوق، چه حقوق طبیعی، چه حقوق بنیادین و حقوق ناشی از این حقوق بنیادین رو در بر میگیره. چون گستره حکومت گستره‌ایه که به وسعت فکر انسانه. حکومت هم برایند انسان‌هایی است که خودش هم موجودیتی داره که مثل انسان‌ها گستره داره. از لحظه حتی قبل از تولد درگیر امور حکومتی شما، تا لحظه مرگ و حتی بعد از مرگ که حکومت میتواند شما رو بی‌آبرو کند، چه در زمان مرگ، چه در زندگی، چه در زمان مرگ، چه قبلش. پس حکومت گستره تصمیمات فراوانی دارد، همان گونه که انسان به صورت طبیعی سعی میکنه بهترین تصمیمات رو برای خودش بگیره. در این نظریه حکومت هم به صورت طبیعی باید بهترین تصمیمات رو برای خودش بگیره. حکومتی که عاجز باشه از گرفتن بهترین تصمیمات برای خودش، خب مجبور تصمیماتی بگیره که بعداً استفاده کنه از سلاح‌های دیگرش. همه بحث حکم روایی شایسته، حکم روایی، حکم شایسته کردن برای اینه که شما کمتر به زحمت بیفتی. وقتی که خودتو زحمت بندازی، خب باید از یه سری مسائل دیگه استفاده بکنی در جامعه، دیگه چاره‌ای نداری، میتونی پیشگیری کنی. به عبارتی به نظر میرسه این حکم روای شایسته و حکم روا یک ورژن دیگه ای از پیشگیری بهتر از درمان است دیگه. شما وقتی پیشگیری کنی، حاکمان و زمامدارانی بهتر وارد عرصه حکومت بشوند، تصمیمات بهتر گرفته میشه، مقاومت کمتری ایجاد میشه، قوه قضاییه کمتری لازم داری، نیروی پلیس کمتری لازم داری، زندان کمتری لازم داری، برانداز کمتری لازم داری، خارج نشین کمتری لازم داری و امور در واقع گل و بلبل میشه. البته هیچ موقع حکومت برخوردش با مردم به صفر نمیرسه، چون بالاخره جمعیت زیاد و مردم حقوقی دارن، مطالباتی دارن، گروه سیاسی وجود داره که فکر میکنه حقشه که اون حکومت بکنه. من صحبتم از این حرفا منصرف هست، اما به صورت کلی حکم روا اینه که همون گروه سیاسی هم میپذیره که مثلا تصمیم دولت در باب افزایش جریمه مثلا راهنمایی رانندگی تصمیم به حقیه. اگر افزایش جریمه دادی، مردم نمیان بگن که آقا چرا پول اضافه کرد، این پول رو مگه میخواد کجا خرجش کنه. این میشه تصمیم ناروا. تصمیم روا اونجاییه که دولت حداقل برای این تصمیمات ابتدایی نمیخواد مردم رو توجیه کنه. مردم توجیه شده هستن، چون بهش اطمینان دارن، میدانن که امانتدار خوبیست، میدانن که در مواقع لزوم پاسخگوست و همون آیتم های مشخصی که ما برای حکم روایی شایسته میگیم. البته میگم تعبیر ما در ایران بیشتر حکمرانی است، یعنی حتی در ادبیات حقوقی هم ما این رو به حکمرانی، good governance ترجمه میکنیم. اما واقعیت اینه که به نظر بهتره که حکم روایی گفته بشود. همون شاخصهای پاسخگویی، شفافیت و امثال هم که در حوزه حکمرانی ما صحبت میکنیم اینجا باید وجود داشته باشه. حکومت اگر شفاف باشد، خب مسئله ایجاد نمیشه. حکومت اگر پاسخگو باشه، مسئله ایجاد نمیشه. اگر درست باشه پاسخگویی خواهد داشت، اگر درست باشه شفافیت هم خواهد داشت. اما هر کدوم از این پایه‌ها بلنگه، احتمالاً شما از پاسخگویی فرار می‌کنی، از شفافیت فرار می‌کنی و جواب نمی‌دی، مردم هم بهت نامطمئن میشن و نهایتاً ممکنه مقاومت‌هایی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، همه انواع اتفاق بیفته. خب آقای دکتر، اینجور که من متوجه شدم، حکمرانی اگر شایسته باشد می شود حکم روایی. به تعبیر من بله. حتی خیلی ادبیات در واقع مشخصی تو این حوزه فعلا در حوزه حقوقی نداریم ما. و خب نشانه هایی که شما اشاره فرمودید، یکیش دموکراسی نمایندگی با رعایت همه الزاماتش، یعنی مسیر انتخاب درست و آزادی
انتخاب شدن و در معرض انتخاب قرار گرفتن و خب اشاره هم فرمودید که این قانون خوب میبایست توسط قوه مجریه به درستی اجرا شود و توسط دستگاه قضایی عادل و بیطرف به درستی پاسداری بشه. این فکر میکنم یه خلاصه ای از بحث ما تا اینجا بوده. یه نکته ای هست، یکی از آفتهای دموکراسی که اندیشمندان فلسفه سیاسی هم بهش مثل آلکسی دوتوکفیل بهش اشاره کرده، ظلم اکثریت هست. خب معمولا در دموکراسی نمایندگی اونهایی که قانونگذاری میکنند و اجرا میکنند نماینده اکثریت جامعه هستند. خب اینجا حقوق اقلیت چه میشود؟ آیا در حکم روایی که مد نظر حضرت عالی هست برای حقوق اقلیت چاره اندیشی شده؟ بله اتفاقا باید و شده، به علت اینکه یه تفاوتی باید داشته باشه با صرف مسئله حکومت کردن. ما اگر بخوایم یک مثلا روند رو طی بکنیم تو اینجا، باید بگیم حکومت، حالا مدیریت، حکومت، حکمرانی، حکمرانی شایسته و حکم روایی. یعنی این یک نمودار میشه، همون فرایندی که فرایند اشاره فرمودید. وقتی حکومتی به حکم روایی میرسه، اتفاقا به این منزله است، هرچند در خود دموکراسی هم و در حکمرانی و با این موضوعاتی که وجود داره، همیشه یکی از مشخصات دهگانه دموکراسی اینه که حکومت اکثریت در عین احترام به اقلیت. حالا اینکه در حکومت‌ها اقلیت‌ها تضعیف شدن معمولاً، چه فرقی نمی‌کنه چه در حکومت‌های خیلی دموکراتیک چه در حکومت‌های کمتر دموکراتیک، یه چیز واقعیتی که نمیتونیم از بین ببریم. این هم بالاخره ناشی از طبع جامعه و افراده، معمولا ضعیف کشی اتفاق میفته. اقلیت ها در خیلی از حکومت ها حقوقشون تأمین نمیشه، البته تضمیناتی و قوانینی اومده برای حفظ حقوق اقلیت. قطعا در حکم روایی هم و در شایسته حکومت کردن هم این مسئله باید دیده بشه که اقلیت باید حقوقش تأمین بشود و تضمین بشود. البته اقلیت هم باید بپذیرد که دیگه حاکم نیست، اقلیت دیگه در حد اقلیت خودش. حقوق بنیادین و حقوق انسانی مثل آزادی های که انسان ذات بشر داره، ذات آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی عقیده که باید داشته باشن، آزادی های بنیادین رو حتما باید داشتن. اما اینکه فکر کنن میخوان با مثلا تفکر اقلیتی سیاسی که دارن حکومت رو در دست بگیرن، خب دموکراسی این رو مقاومت میکنه. یا بخوان مثلا تفکر اقلیتی خودشونو به اکثریت مثلا یک جامعه با تفکر دیگه به قبول، خب جامعه قبول نمیکنه. از این جهت ممکنه بگیم یک دیکتاتوری اکثریت در قبال اقلیت وجود داره، ولی خب پایه این نظام بر اینه که اکثریته. شما به اکثریت برسون خودتو، شما هم مثل ما عمل بکن. قرار نیست که اکثریت تابع اقلیت بشون به خاطر حفظ حقوق اقلیت. در این نظام ها حتما تضمیناتی برای حفظ حقوق بنیادین بشر در حوزه انسانیت، در حوزه امور اجتماعی اقتصاد، چه فرقی میکنه یک نفر اقلیت چه سیاسی، چه مذهبی، چه نژادی، چه قومی، چه جنسیتی؟ بالاخره حقوق بنیادینش باید رعایت بشه. اما مسئله اگر عوض بشه و اقلیت بخواد بیاد بگه نه من اقلیتی هستم که اسلحه دارم میخوام بیام حکومت، خب قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. پس لذا آرمان این نوع حکومت هم حفظ حقوق اقلیت و اتفاقا حتی توسعه حقوق اقلیت ها باید باشد و نظاماتی در دموکراسی و در نظام حکمرانی شایسته یا همون گود گاورننس وجود داره برای اینکه اقلیت حقوقش تضمین بشه و تأمین بشود، به حیثیت انسانی کسی لطمه‌ای نخوره. اینها باید در همه حکومت ها باشد. فکر نمی کنم هیچ حکومتی در دنیا باشد، حتی حکومت دیکتاتوری، حتی حکومت های دینی، و حالا نباید در کنار هم بذاریم البته حکومت‌های دیکتاتوری و دینی رو، که بگه نه من حقوق اقلیت رو رعایت. همه میگن ما رعایت میکنیم دیگه، میگن آقا ما مون تو اقلیت رو تعریف میکنن، مشکل اینجاست. اقلیت رو بعضیا محدودش میکنن، مثلا میان یه سری ادیان رو، یه سری مذاهب رو محدود میکنن، یه سری خصوصیتای میذارن، مثلا در حوزه مثلا افراد دارای
حالا گرایش همجنسگرایی رو مثلا نمیذارن به عنوان اقلیت، یا در حوزه ادیان و مذاهب بعضی از مذاهب رو ادیان رو نمیذارن. ولی به هر حال اتفاق بدی که میفته ممکنه در حوزه تبعیض در شناخت اقلیت باشه، اما اقلیت از هر نوعش نیاز به تعریف نداره. انسان‌ها به منزله افراد تشکیل دهنده جامعه انسانی و جامعه سیاسی از هر نظر محترمند. در پایه تصمیماتی که حکومت و دولت میگیره با همون مکانیزم انتخاب در واقع جمعی باید اتفاق بیفته و قاعدتا نمیتونیم 100% جامعه رو راضی نگه داریم، اما رعایت حقوق بنیادین و حقوق انسانی جزو ملزومات اداره است که در واقع تعاریف حکم روایی هم شما این رو باید رعایت بکنید. جامعه‌ای که این رعایت نکنه خب مخالف جدی از خودش به جا خواهد گذاشت، دشمن به جا خواهد گذاشت، و این دشمنی ها ممکنه قطره قطره جمع گردد، وانگهی در یک جایی دریا شود و حتی سایر اقلیت ها هم به اون بپیوندن، حتی اکثریت هم به اون بپیوندن، اونا بشن اکثریت. کما اینکه در طول تاریخ این اتفاقات در کشورهای مختلف افتاده. برای همین میگن که حکمران ها باید تاریخ رو بدونند. اگر ندونند و نخونند و شاهد مثالهاش رو فراموش بکنن، شاید اینها خودشون درس آخر تاریخ برای آیندگان باشند. آقای دکتر، با این تعریفی که فرمودید فکر میکنم مخاطبین محترم برنامه معیار هم تا حد خیلی زیادی میبایست که با مفهوم حکم روایی آشنا شده باشند. بریم در زمین بازی، بیاییم از تئوری های مقدار فاصله بگیریم و نزدیک بشیم به آن چیزی که در جامعه خودمون اتفاق میفته. ظرفیت های قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تا چه حد میتونه زمین ساز حکمرانی شایسته، بهزمامداری و نهایتا حکمروایی رو در خودش بگنجونه و ایجاد کنه؟ بله، خب به نظرم بحثمون از اینجا بعد یه ذره جدی‌تر میشه، حالا پرچند آخر بحثه. ولی ببینید، من در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک نظر دارم. نظرم هم اینه که ببینید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خیلی ظرفیت حکم روایی رو نخواهد داشت. اون رو هم البته نه اینکه ناشی از عمل مجریان و قانونگذاران بدانم، بلکه از وجود ذاتی خود قانون اساسی ایران میدونم. ضمن اینکه نکات بسیار مثبتی داره، اما به نظرم تدوین کنندگان قانون اساسی در زمینه قانون اساسی نوشتن کمکاری کردن. البته الان نیستن که جواب ما رو بدند، اما هیچ تئوری مشخصی در باب حکمرانی یا همون حکم روایی نداشتند و صرفاً به نظر من قانون اساسی با ملغمه ای از تفکرات متعددی که در ابتدای انقلاب وجود داشته تصویب شده. این قانون اساسی به این واسطه نمیتونه قانون اساسی مطلوب برای اون بهزمامداری باشه. شاید بسیاری از نقایصی که ما در کشور الان میبینیم در زمینه های فعالیت های دستگاه دولتی، در ساختارهای متضادی که گاهی اوقات وجود داره، ناشی از عدم پیشبینی های مناسب قانون اساسی است. من یک تجربه رو مثلا مثال بزنم برای شما. ببینید، همه ما شنیدیم که آقا دموکراسی باید به نحوی باشد که مردم تجربه کنند. بعضی کشورها تجربه دموکراسی ندارند، تجربه زمامداری بهینه ندارند و اینها طول میکشه قرنها که بشوند مثلا یک دولت اروپایی خیلی پیشرفته. یه موضوع مورد قبول خیلی آن هست. بله، زیاد هم استفاده میشه. خب ایران میگه آب ایران که بابا هنوز باید تمرین بکنه تا بشه. ما نمونه های متضاد این رو در دنیا داریم که یک شبه اومدن و حکمرانی یا حکمروایی شایسته رو پیاده کردند. مثلا برخی از کشورهای اروپایی نیستن که 1000 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، یا آمریکا مثلا این اتفاق رو به مرور اتفاق افتاده باشه توشون. کشوری مثل هند رو مثال میزنم من. یک کتابی هست به اسم کتاب لحظه تأسیس هند که یکی از استادای حقوق اساسی هند اومده این رو نوشته و حرف جالبی میزنه. خب هند رو که میشناسیم، هند کشوریه که خیلی در واقع متکثره، متعددند افراد، 1.4 میلیارد نفر حدوداً جمعیت داره،
ادیان و مذاهب به کرات و متفاوت هستند. حتی همین الان احتمالاً دینی و مذهبی در اونجا در حال ظهور هست که ما نمیدونیم. بله. اینقدر متکثر هست و خیلی جامعه پیچیده، فقر گسترده فلان. ولی زمانی که اینها قانون اساسی رو اومدن تصویب بکنند، یک تفاوتی با قانون اساسی که ما نوشتیم داره. قانون اساسی که در هند تصویب شد به دست یه عده‌ای تصویب شد که جامعه هند رو میشناختند، سابقه هند رو میدونستند، اومدن گفتن که آسیب‌های اساسی جامعه هند این است، مسئله هند رو میدونستند، مسئله شناسی هند رو میدونستند. شما اگر مسئله اون حکومت رو بدونی حتما نسخه‌ای میپیچی که خوب باشه. به نظرم نسخه قانون اساسی ما زمانی نوشته شد که چاره‌ای هم نداشتیم، باید مینوشتیم، که هنوز مسئله مشخص نشد، نبود. و اونها میدونستن که مسئلهشون اینه که اولا کسانی که همیشه فیلم‌های هندی رو دیدیم دیگه، بله، کسایی که رئیس کلانتریشون هستن یا قاضیشون هستن معمولا رشوه میگیرند، معمولا ساخت و پاخت دارن با بقیه، معمولا اگه یه آدم خوب باشه سریع نماینده مجلسه با یکی دیگه هماهنگ میکنه، جابجاش میکنند، بله، و میخرنش. اینا رو میدونستن، اومدن دقیقاً و نکته به نکته برای این مسائل در قانون اساسیشون نوشتند. قانون اساسی مفصلی دارن، میدونستن اگه تفسیر رو بدن دسته یه آدمای دیگه، این مواد مبهم قانون اساسی ممکنه، یا مواد مختصر قانون اساسی ممکنه مورد تجاوز قرار بگیره. اومدن به تفصیل نوشتن یه قانون اساسی مفصل و طولانی که جزئیات رو در برخی از موارد مثل انتخاب قضات یا تغییر قضات یا تأمین استقلال قضات آوردن که دیگه قانونگذار عادی بعد از اونها نتونه تغییری بده تو اون حوزه. یا در حوزه حق رأی همگانی به تصریح گفتن آقا تک تک آدما حق رأی دارند، هیچ کسو نمیشه محدود کرد. در زمینه ساختار حکومت، در زمینهای مختلف این کارو کردن، یه قانون اساسی تفصیلی نوشتن. و اتفاقا از هندی که هیچ سابقه دموکراسی نداشته، سابقه استعماری داشته، همیشه تحت استعمار انگلستان بوده و سایر مسائل و تکثرهای مختلفی گفتم، جامعه‌ای در حال ساخته که فقرش داره کم میشه، توسعه یافته است و به شدت رو به جلو هست و داره فضا رو هم در کنار برخی از قدرت‌های اول و دوم و سوم دنیا داره تسخیر میکنه. و مسائلی که برای کشورهای جهان سوم الان به عنوان مسئله اصلی است، برای هند خیلی مسئله اصلی دیگه نیست. با 1,400,000,000 نفر جمعیت، نه با 80,000,000 نفر جمعیت، نه با 50,000,000 نفر جمعیت بعضی از کشورهای دیگه. پس لذا البته الان فرصت نیست که دقیقا تحلیل بکنیم که در هند چه اتفاق افتاده، ولی قانون اساسی بسیار مهمه در توسعه یک کشور. نگارش قانون اساسی، من میگم یکی از نقایص مهم قانون اساسی ما مختصر بودنش، به علتی که اصول قانون اساسی کاملا قابل تفسیر و ما تفسیرهای روا و ناروا بسیار از قانون اساسی در طول این 44-45 سال داشتیم. مواردی که حتی ما فکر میکنیم دیگه غیر از این نیست، الا و بلا غیر از این نیست، میبینیم یه هوی نهادی یه حرفی میزنه، یه صحبتی میکنیم، اه اینجوری هم میشه مگه. خب این قانون اساسی که ما داریم، انتقاد که میتونیم بهش بکنیم دیگه، انتقاد راه پیشرفته به نظر من. قانون اساسی نیست که نقاط مسئله ایران رو در طول تاریخ شناخته باشه. همون حرفی که میگن ایرانی ها خیلی پذیرای مثلا استبدادن، خیلی اوقات تا پذیرای نمیدونم تفاهم و همکاری. خب اینها حرفایی که باید میدیدی تو قانون اساسی، باید میدیدی که برخی از افراد یا برخی از نهادها ممکنه به این سمت بروند، باید یه جایی خیلی کامل در واقع جلو رو میبست، باید در یه جای تفسیر رو جلو رو میگرفت، اتفاقا باید از تلفیق بعضی از مفاهیم جلوگیری میکرد. در قانون اساسی ما برخی از مفاهیم تلفیق شده که نتیجه توسعه‌ای نیست. مثل یه قایقی هست که 20 نفر توش نشستند و در واقع 10 نفر دارن به این سمت پارو میزنن، 10 نفر به اون سمت، یا 12 نفر به سمت جلو، 8 نفر به سمت عقب. یا خیلی کم و ناچیز میری جلو، یا سر جات وای میستی، یا حتی در برخی از موارد به عقب میروی. من میگم که قانون اساسی در یک کشور محرک اصلی این امور در کشوره. اگر میبینید که در آمریکا یا در برخی از کشورها یه سری اتفاقات افتاده، ناشی از اینه که قانون اساسی اولا به درستی تنظیم شده، ثانیاً به درستی تفسیر و اجرا شده است.
قانون اساسی که قابلیت تفسیرهای به شدت متعارض و متضاد داشته باشه و میدونید که در طول بعد انقلاب هر رئیس جمهوری که اومده از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی یه تفسیر داشته. خب رئیس جمهور بالاخره رئیس جمهور دیگه، چرا اینجوری باید تفسیر داشته باشه؟ اصل 113 قانون اساسی شما نگاه کنید، رئیس جمهور عین اصل 113 است دیگه. رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور است. چرا باید این ابهام رو شما داشته باشه؟ من از برخی از دانشجویان دکتری در کلاس سوال میکنم، رئیس قوه مجریه کیست؟ همه میگن رئیس جمهور. میگم یه بار دیگه این اصل رو بخونید، رهبری است. خب چرا باید این دوگانگی رو ما در همین سطح داشته باشیم که نیاز به تفسیر داشته باشه؟ از این مصادیق بسیار زیاد هست ها دیگه. حالا از این بگذریم تا تداخلات اجرایی نهادهای اجرایی با مقامات مثلا نظامی، با مقامات قضایی، اینها چیزایی که اجازه نمیده به شما که آنچنان که باید حکم روایی شایسته رو داشته باشی. تضادها و مخالفتها و اختلافاتی که ایجاد شده و میشود باعث گرفتن قدرت شما در سیر به جلو خواهد شد. پس لذا ضمنی که قانون اساسی اگر به یه نحوی تفسیر بشود که برخی از آقایون میگند خیلی گنجایش توسعه داره، گنجایش حکم روایی دارد، اما اگر به یه نحوی دیگه تفسیر بشود چی کارش میخوای بکنی؟ اگر اومدن یه عده تفسیری کردند که گفتن عین قانون اساسیه، بعدم یه مستندی از یه جایی به شما دادن گفتن الا بلا غیر از این نیست، میخوای چیکار بکنی؟ این نمیشود که ما بگیم تابع این تعریف هاست. لذا به واسطه به نظر من حالا نداشتن دانش کافی به نظر من برای قانون اساسی نوشتن، در هند 2-3 نفر دانش قانون اساسی نوشتن داشتن به نظر من، یعنی 2-3 نفر اومدن جمع شدن گفتن آقا حالا اجازه بدید ما می‌نویسیم اینو، نقاط ما این نقاط حلش می‌کنیم در قانون اساسی، اینا رو حل کردن می‌شود قانون اساسی شایسته که باعث حکم روایی شایسته هم خواهد شد. حل نشده باقی بماند مثل قانون اساسی ما، می‌بینید که در بسیاری از اصول یک مسئله رو گفته که حدود و ثغور و سلسله مراتب و سایر ویژگی‌هاش توسط قانون تعیین میشه. اشکال نداره، قانون اصلی فرصت نداشته همه اینا رو بنویسه، ولی شما باید چارچوب‌ها رو تعیین می‌کردی. چارچوب‌ها رو تعیین نکردی، حالا نمونهش رو داریم. من نمونه زنده‌ش رو مثال بزنم، چون تجربه کاری زیادی هم تو این زمینه من داشتم. قانون اساسی برای شوراهای محلی اینو گفته آقا حدود وظایف و سلسله مراتب این شوراها رو قانون تعیین می‌کنه. در قانون اساسی گفتن که شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، باید امور به اتکای آراء عمومی اداره شود، شوراها ناظر بر اداره شهر و روستا و فلان هستند. بله، اما قانون تصویب کردی که باید مصوبش رو فرماندار تایید کنه، تحت نظارت مقام دولتیه. ولی قرار بوده که اون ناظر باشه. من یه مقاله دارم میگم که نظارت وارونه اتفاق افتاده. خب به این صراحت، البته این به معنای دفاع از عملکرد شوراها نیست، شوراهای بیال و دم و اشکمی داریم که جز این عملکردشون نخواهد بود در کشور، چون هیچ اقتدار و قدرتی هم ندارن. نمونه مثال در حوزه مطبوعات، قانون مطبوعات در حوزه اصل قانون اساسی که در تو مطبوعات هست. بله. نمونه مثال در حوزه اجتماعات و راهپیمایی ها، اصل 27. بسیار بسیار نمونه هاست. دو تا خط قرمز مبهم براشون گذاشتی که قابلیت تفسیر و قابلیت آنگونه خواستن که به نظر یه سری افراد نزدیکتر باشه براشون فراهم کردی. خب بستگی داره کی بشینه اونجا. اون آدمه نشسته تفکراتش اونجوری بوده و اینجوری گفته و شما میخوای بگی خب آقا اینجاش، میگه نه، میگه اون انتهاشو بخون، گفته مگر اینکه مخل فلان فلان نباشد، میگه این از نظر من اینه. خب از این شما نمیتونی حکم روایی استخراج بکنی به نظر من. این مسئله است آقای یزدانپرست. آقای دکتر اشاره فرمودید که حالا هند با تدوین قانون اساسی مفصل گام درست برداشته در مسیر حکم روایی، از سوی دیگر هم اشاره فرمودید به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که یک قانون اساسی بسیار مختصری هست و اصول کلی و بنیادین رو در بر میگیره و بیشتر کار بر دوش دادرس اساسی و جایگاه مفسر هست
و خب اونجا هم اثرگذار بوده اون قانون مختصر. در ایران هم ما خب ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره مملکت به شکل کلی مبتنی بر آراء مردمی است. اینجا یه نگاه میکنیم به نظر نظریه پردازان بزرگ مثل کلسن و لوی فارو که اونها اشاره دارند تفسیر درست قانون اساسی و نقش و جایگاه دادرس اساسی کمتر از قانون اساسی نیست و در روند توسعه کشور بسیار مؤثر هست، توسعه حقوقی کشور مؤثر هست. من فکر میکنم که میشه از صحبتهای شما این برداشت رو بکنیم که حالا قانون اساسی ما هر آنچه که هست اگر دستگاه مفسر قانون اساسی ما در نوع تعیینش، انتصابش و یا انتخابش تجدید نظر بشه میتونه مؤثرتر باشه. بله، ببینید نکته‌ای که مهمه باز تو فرمایش شما قبل از اینکه سوال شما جواب بدم یه نکته رو بگم. ببینید خب شما سیستم آمریکا رو هم مثال زدید. بله. من سیستم هند رو مثال زدم و آمریکا رو منم یه اشاره کردم. خب هند رو از این جهت مثال زدم که کشوری است که دارای سابقه دموکراسی نیست، استعماری بوده، یعنی چشمشون مستعمره بوده، مستعمره بوده 150 سال نمیدونم مستعمره فلان کشور بوده، هر جا بوده. پرتغالیا از بغل هند رد شدن هند رو گرفته، از اون ور اسپانیا رد شده اومده رفته، کلا از وقتی که این حوزه اقیانوس هند رو پیدا کردن همیشه مستعمره بوده اومده و در واقع یه جای دور بوده، اصلا در معادلات جهانی وجود نداشته. اصلا هند کار خودشونو میکرد، اینجور کشوریه، مثل چین نبوده که تو معادلات بوده باشه، مثل ایران نبوده که تو معادلات بوده باشه، یا مثل روسیه نبوده، مثل ترکیه نبوده، یه گوشه بوده کار خودشونو میکردن، کسی هم حواسش نبوده، حالا استعمارم شده. این کشور با وجود هیچ سابقه ای اومده قانون اساسی، میخوام بگم ارزش قانون اساسی و ارزش متفکران چقدر زیاده در یک جامعه بهم. که این رو باعث میشه با اون تنه به تنه بره به نظر با قانون اساسی آمریکایی که از زمان تأسیسش سیر درستی داشت. بله، بالاخره حامیان استقلال آمریکا اون افرادی که 50 خورده نفری که نشستن از چند تا ایالت آمریکا دور هم جمع شدن و قانون اساسی رو نوشتن همه جز با تجربه ترین و فرمانداران و رؤسای اون ایالت ها بودن، همه هم آدمای بسیار قوی و چیز بودن که نشستن آخرش در واقع این قانون اساسی رو نوشتن. میخوام بگم هند این کارو کرده، حالا به تفصیل و جزئی بودنش ما خیلی توجهی نداریم، ولی میخوام بگم باعث و محرکه قانون اساسی اگر توسط افراد درستی در زمان درستی با مسئله شناسی درستی نوشته بشود محرک خواهد بود. بله، در جایی مثل ما که قانون اساسی این ویژگی‌ها رو نداره، قابل تفسیر هست، بسیار مختصر هست و قابل تفسیر، مبهم هم هست خیلی جاها و دوگانه و متضاد، دوگانه هایی دارد که این دوگانه بین دوگانه ها باید تصمیم بگیری، بین دوگانه های بسیار زیادی در قانون اساسی هست که شما باید تصمیم بگیری، سر دوراهی های بسیار زیادی قرار داری که باید تصمیم بگیری. قطعا در این نظام باز اگر یک مفسر متناسب با نگاه مردم وجود می داشت قضیه فرق می کرد. مفسر باید در واقع، حالا اصول تفسیر، مبانی تفسیر رو نمی خواهم اینجا بگم خدمت شما، ولی باید بر اساس متن و سابقه تصمیم بگیره. اما ما می بینیم که بالاخره تفسیرها در طول این سالها تفسیرهایی نبوده که به نفع اون حکم روایی که خدمتتون گفتم اتفاق افتاده باشه، تفسیرهایی که میتوانست جور دیگری باشد. پس نقش مفسر قانون اساسی با یه قدرت در واقع بلا منازع و لایتناهی گاهی اوقات بسیار مهم است. این مفسر قانون اساسی همون مفسری است که در باب تایید صلاحیت ها باید تصمیم بگیرد ها، یعنی نظارت بر انتخابات هم با همون مفسره در کشور ما. اعوجاجات، حالا اعوجاج نمیدونم تعبیر درسته، یعنی یا تغییرات و اتفاقات مختلفی که در طول مثلا تایید صلاحیت های مختلف در سالهای مختلف اتفاق میفته. من خودم در یک سال در مجلس تایید شدم، در سال در دوره بعدش رد شدم، نمیدونم چرا. و نکته اینجاست که خیلی آدم های دیگه اینجوری هستن. البته من دیروز مصاحبه مثلا یکی از اعضای شورای نگهبانم دیدم، مثلا ایشون گفتن که نه، هر دوره مخصوص خودش ما تصمیم میگیریم. به نظر من این حرف خیلی اشتباهه، یعنی
ما هر دوره‌ای باید ببینیم که خب کیو تایید کنیم که ردش کنیم. مگه اینقدر تیغ ردمون زیاد و جدیه که تصمیم میگیریم حالا یه ذره کم و زیادش کنیم؟ این هم تفسیرها، شورای نگهبان دست خودش هست، مقام مفسر دست خودشه، میخواد این دوره یه ذره بیشتر تایید بکنه یا رد بکنه. من میگم اینها معیارهای قابل تفسیره، یعنی از معیارهای قابل تفسیر در واقع قانون اساسی نشأت میگیره و اتفاقات میفته. پس لذا نقش مفسر قانون همچنان که نقش مجری قانون مهمه و نقش ناظر قانون مهمه بسیار با اهمیته و شاید یکی از مسائل مبنایی هم همین باشه که آرزو بکنیم که در واقع این تفسیر متناسب با متن و روح قانون اساسی و البته با تهمایه مردمی تر تصمیم گرفته بشه به عبارتی. این میشه در واقع آرزوی حقوق اساسی داشته باشیم ما تو این زمینه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر استاد عزیزم آقای دکتر علی دشتی، قبول زحمت فرمودید. به هر حال خب سوابق اجرایی شما در طول سالهایی که مشغول به خدمت بودید علاوه بر حوزه های علمی و دانشگاهی مطمئنن به قنای بحث ما کمک شایانی کرد. از حضور حضرت عالی و قبول زحمتی که متحمل شدید و وقتی که در اختیار برنامه گذاشتید کمال تشکر و قدردانی رو دارم. شما رو به خدا میسپارم. اگر فرمایش پایانی دارید با بینندگان بفرمایید. خیلی ممنونم از حضرت عالی و انجمن علمی حقوق اساسی ایران و اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت و با هم صحبت کردیم. صحبت‌های ما جنبه تقریبا انتقادی علمی داشت و این حوزه‌ای که ما با هم حرف می‌زنیم، کار می‌کنیم، حوزه حقوق عمومی است، حوزه حقوق اساسی است. هر صحبتی بکنیم گوشه‌ایش به حکومت خواهد خورد و این جزء ذات این رشته در واقع حقوقی است. مثل بعضی از رشته‌ها نیست که شما هر چی بگی اتفاقی نیفته. مثلا شما در حوزه این که هبه قانونگذار در مثلا ماده فلان قانون مدنی چه بر سر مثلا هبه آورده یا چه بر سر معامله معارض آورده یا در سر معامله به قصد فرار از دین آورده ماده 200 مکرر، هر چی بگی اصلا گفتی اشکالم نداره، خیلی هم خوبه، در واقع استقبال هم با میشه از این. ولی گاهی اوقات از این انتقادات استقبال نمیشه. به نظر من باز یکی از شرایط مهم حکومت‌ها اینه که استقبال بکنن از انتقادها یا نظرها یا مشورتها یا ارشادها یا حتی ابهاماتی که مطرح میشه در حوزه‌ها و سعی بکنن به سمت حکمروایی و شایسته بودن حکومت و اینکه جوری حکومت بکنن که در دل مردم بشینن. یعنی من اگه از اینجا رفتم توی تاکسی نشستم حرفی زدم، مثلا یه راننده تاکسی یه چیزی گفت، بگه ای قربون اون فردی بشم که همچی حرفی زده، ای ماشاءالله به اون آدمی که اونجا نشسته، دیدی چی گفت، دیدی چه قانونی تصویب کرد، دیدی چی کار کرد. اینو آدم دوست داره تو خیابون ببینه. دوست نداری بری بشینی اونجا تا بشینی ببینه کوچلوار تنته بگه نکنه تو هم دولتی هستی یا یه دو تا چیز دیگه هم بهت بگه. حقوق عمومی آرمانش اینه که بتونه دولت رو به مردم نزدیک کنه، نه اینکه مردم رو به دولت نزدیک کنه، ها خیلی فرق میکنه. دولت باید برآمده مردم باشه، مردم به دولت. یعنی هیچ موقع اصیل به وکیل نزدیک نمیشه، باید وکیل خودش رو به اصیل نزدیک کنه. دولتی که اینو گرفت که به اصیلش نزدیک بشود و فهمید که وکیله و فهمید که اصیل نیست، میشه دولتی که تشنه خدمت به مردمه. دیگه این حرفش شعاری نمیشه، حرفش اساسی میشه. پس لذا درک این که دولت باید به مردم نزدیک شود از طریق تنظیم ساختارهای اساسی و سیاسی متناسب بسیار مهمه برای هر حکومتی. حکومت‌هایی که این رو متوجه شدن به نظر من بسیار درصد بالای بقا و کارکرد مثبت خودشون رو تأمین و تضمین خواهد کرد. در پایان از شما مجدد تشکر بکنم، بحث رو ادامه ندم دیگه. خیلی خیلی ممنونم. منت گذاشتید آقای دکتر از شما، عوامل ضبط برنامه و از مؤسسه فرهنگی صدانت
که همواره برای تهیه برنامه معیار در کنار انجمن ایرانی حقوق اساسی حضور دارد هم کمال قدردانی و تشکر خودم رو ابراز میکنم. متشکرم.